سلام دوستان در این برنامه از جعبه دانستنی به قهرمان مسابقات جانی کشی میپردازیم که برای امرار معاش با واند میوه میفروشه پس تا انتها ما رو همراهی کنیم تماشای تصویر ایستادن یک قهرمان بر روی سکوی جهانی المپیک برای ما خیلی لذت بخشه قهرمانی که همه ی حریفاشو شکست داده و با یه چهره خندان روبروی پرچم میست و سرود ملی میخونه تا هسته غرور ملی رو به اوج خودش برسونه اما این تصاویر جذاب و دلپذیر تنها واقعیت زندگی قهرمان نیست قهرمان پشت این چهره ی خندان و بشاش خودش رنج سالها تمرین و رویارویی با مشکلات زندگی رو پنهان کرده هر از گاهی تصاویر و خبرهایی از قهرمان های ملی منتشر میشه که برای تأمین هزینه های معیشتی خودشون و البته در میان بی تفاوتی مسئولان مشغول کارگری یا دست فروشی هستن مشاقلی شریف و با آبرو و پر زحمت چون که کار کردن و نون بازو خودمونو خوردن هیچ وقت مایه شرم نیست اما باید در نظر بگیریم که این قهرمان های ملی سرمایه ارزشمند کشور هستن اونها تمام عمرشون رو برای افتخار آفرینی کشور گذاشتند و اصلا انصاف نیست که برای حداقل معیشت در چنین تیناها و دوشواری های قرار بگیرند به خصوص در مقایسه با ورزشکارای رشته ای مثل فوتبال توی این پرونده به بهونه انتشار عکسی از حمید رضا زرین پیکر قهرمان کشی جهان که مشغول میوه فروشی پشت وانته به گفتگو با اون نشستیم بارانداز توی بازار میوه و تر بار ساعت چهار صبح با برادرش به میدون تره بار میرن بار میوهشون رو میخرن و توی کوچه پس کوچه های شهر دور میزنن و کیلو کیلو بار وانتو به فروش میرسونن این شغل روزانه ی حمید رضا زرین پیکر قهرمان ملی پوش 26 ساله کشورمونه خانوادش اصالتا کرد گیلان غرب هستن اما بیشتر از سه دست که ساکن تهرانن کشتی رو از حدود ده سالگی شروع کرده دانش آموخته کارشناس ارشد تربیت بدنی و علاقه داره که توی آینده دکتراشم بگیره قهرمانی نوجوانان ایران قهرمانی مسابقات بین المللی روز جهانی کودک قهرمانی جوانان ایران قهرمانی مسابقات جهانی بلاروس عضویت در تیم امیدهای 2017 ایران قهرمانی جام باشگاه جهان و قهرمانی کشی ساحلی جهان تنها بخشی از افتخاراتیه که این کشتیگیر با استعداد به اونا دست پیدا کرده نمیدونم از انتشار عکسم خوشحال باشم یا ناراحت حمید رضا درباره زمان و مکان عکس میگه راستش درست نمیدونم که کجا گرفته شده و عکاسش هم نمیشناسم اون لحظه توی عکس داشتم مشتری رو را می داختم که یکی عکس گرفته و پخشش کرده هنوزم نمیدونم که باید خوشحال باشم یا ناراحت به هر حال میبینم که این عکس خیلی ها رو به تعجب واداشه و آدمای زیادی البته غیر از مسئولان با من تماس گرفتن و احوالم و جویا شدن حتی بعضیاشون ازم خواستن که کنار واند رو به دوربین وایسم و عکس بندازم میوه های مشتری ها رو بدون آسانسور بالا میبرم وقتی هر صبح به تربار مرکزی میریم 20 کیلومتری مقصد به برادرم میگم پیادم کنه تا مسیر رو بودم و در کنار کار ورزشم بکنم وقتی توی کوچه مشتری ها میان و میوه میخرم و سایل اونایی که توی طبقات پنجم و شیشم هستن براشون میبرم بالا با اینکه بعضی از ساختمون آسانسور دارن اما ها رو از پله بالا میبرم تا تمرین کنم سخته اما از این کار لذت میبرم چند بار کیسا از دستم افتادن و پلا کثیف شدن همیشه راه رو پلا رو توی این شرایط تمیز میکنم همیشه فکر میکنم خدا به من یه اراده داده تا پای همه سختی وایسم تا به بزرگترین هدف زندگیم که کسب عنوان قهرمانی المپیک برسم هم کار و بنایی کردم و هم بلال فروشی میوه فروشی پشوانت کاری نیست که همید رزا تازه شروع کرده باشه اون توی همه این سالها مخارج دوران دانشگاهش رو از همین طریق تعمین کرده و البته میگه این روزها میوه فروشی پشوانت با این بنزین 3000 تومنی فقط میتونه هزینه معیشت روزانه‌ش رو تعمین کنه این قهرمان کشی برای بیان وضع زندگیش این گونه توضیح میده ما ساکن منطقه محروم توی تهران هستیم پدرم کارش مسافرکشیه و برای تأمین مخارج خانواده نسبتا شلوغ ما توی مزیقه بود من حدود نه سالی میشه که به اتفاق برادرم کار میوه فروشی میکنم البته قبل از اونم از بچگی کار مختلفی مثل کارگری و هم می میکردم حتی توی پارک بلالم میفروختم حال مجبور بودیم کار کنیم تا کمک خرج خانواده باشیم غیر از الان که کارمون به خاطر این ویروس تعطیل شده من و برادرم صبح زود به میدون میوه و تر بار میریم و میوه میخریم و پشت وانت میفروشیم عاشق کشی های علی رزا حیدری بودم ماجرای ورود زرین پیکر به عرصه کشیم با یه اتفاق عجیب و بامزه کلید خورده حمید رضا برای یادآوری اولین جرقه کشیگی شدنش به 15-16 سال پیش برمیگرده و میگه کلاس سوم ابتدایی بودم یه بار خانم معلم توی کلاس به خاطر شلوکاری به ام لگت زد منم باش گلاویز شدم و پامو گذاشتم پشت پاش به شکلی که معلم بررک شد این موضوع منو تا مرز اخراج از مدرسه هم برد از این کار خوشحال نیستم اما همین اتفاق جرقه برای ورود من به عرصه کشی شد اون درباره انگیزه دیگهش برای ورود به کشی گفت من با دنبال کردن کشی های علی توی حیدری توی المپیک 2004 آتن خیلی به وجد می اومدم و صدای گرم هادی عاملا مزید بر علت بود پدرم همون موقع منو با بچه های فامیل یا داداشم گلاویز میکرد و همین باعث شد که علاقم به کشی بیشتر بشه مربیم هزینه های تمرینم و تقبل میکرد. از همون آغاز شروع کشی با مشکلات مالی درگیر بوده اما هیچ کدوم باعث نشد حمید رزا از فتح قله های پی, پی افتخار آفرینی دست بکشن حمید رزا دوران آغاز ورزش حرفیش رو اینگونه روایت میکنه پدرم خودش ورزشکار نبود اما دوست داشت ما ورزش کنیم تا به سمت اعتیاد و سایر آسیبا کشیده نشیم و انرژیمون رو توی ورزش تخلیه کنیم پس منو برد باشگاه کشتی و ثبت نامم کرد یه مدت از باشگاه رفتنم گذشت و مجبور شدم که باشگاه رو کنار بذارم همون موقع مربیم اومد پیش پدرم و ازم خواست بذاره من کشتی رو ادامه بدم اما پدرم گفت مشکل مالی دارم و امکان تامین هزینه باشگاه رو ندارم مربیم خودش هزینه ها رو داد و این شد که بعد از وقفه دوباره به کشی برگشتم میتونم بگم که کشی هرفهی از 15 سالگی شروع کردم پاداشم تا امروز فقط یک تابلو فرش و 500 هزار تومن پول بوده هرچقدر که ویترین مدالا و افتخارات حمید جزا پروپیمونه اما آیدی و دریافتی اون از ورزش حرفه‌ای خیلی ناچیز بوده اون درباره پاداشی که بابت این قهرمانی‌ها نصیبش شد گفت توی همه این سالها کل چیزی که به من رسید یه تابلو فرش و 500 هزار تومن پول نقد بود هیچ پاداش دیگه توی کار نبود گاهی به موی وعده هایی دادن اما محقق نشد به ما پیشناده وام ده تومنی دادن که باید با سود بر میگردونیم. از ما گذشت و سختی ها رو به دوش کشیدیم اما امیدوارم زمینه فراهم و برای ورزشکارای آینده کشور شرایط بهتری معیار بشه یه ورزشکار باید تمرکزش رو روی ورزش و قهرمانی بذاره ولی مشکلات مالی مانع این موضوعات میشن به طرفدار کشی میگم که منو اشتباه گرفتین حمیدرضا همراه برادرش به محله های زیادی میرن تا میوهاشون رو بفروشن در این بینم ممکنه کسایی پیدا بشن که این قهرمان ملی رو بشناسن وقتی ازش پرسیدم تالا پیش اومده تو رو بشناسن یا نه پاسخ داد توی محله خودمون که همه منو میشناسن و موضوع رو میدونن اما توی محله دیگه هم گاهی پیش اومده که کسی منو شناخته مثلا یه بار یه پسر بچه منو به مادرش نشون داد و گفت این همون کشیگیره نیست که توی تلویزیون نشونش میداد در پاسخ بهش گفتم که نه اشتباه گرفتی من اگه قهرمان کشی بودم که الان روی تشک داشتم تمرین میکردم و کشیم و میگرفتم من نمیخوام که تصور مردم از من خراب بشه ببینین این بچه خودش علاقه من به کشتی بوده دوست ندارم بفهمه که یه قهرمان کشتی مجبور چنین کاری رو بکنه البته باید بگم که کار آر نیست اما اگه بفهمن من همون قهرمان هستم طبیعتا مادر این بچه که عاقبت منو دیده دیگه نمیذاره بچه علاقه مندش به سمت کشتی بره